بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان، با درود فراوان به شما بیننده برنامه بررسی مهاجرت بزرگ ایرانیان یا همان کوچه ایرانیان به خارج از کشور هستید. چند هفته ایست که به بررسی فعالیت‌های اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور می‌پردازیم. همانطور که قبلا اشاره داشتم، فعالیت اپوزیسیون یعنی مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور از نخستین روزهای مهاجرت شروع شد. در آغاز مردم مهاجر که اکثرا وابستگی به هیچ حزب و دسته‌ای نداشتند، که البته دلیلش هم واضح است، چون رژیم پادشاهی در چند سال آخر حکومتش از فعالیت همه احزاب سیاسی جلوگیری کرده بود و اعلام می‌داشت کشور یک حزبی می‌شود و اگر هر ایرانی این سیاست تک حزبی را نمی‌پسندد می‌تواند پاسپورت بگیرد و به خارج برود، یعنی کوچ کند. شما چه باور بکنید چه نکنید، واقعیت این است که بعدها ما متوجه شدیم که عده‌ای در همان زمان به خارج از کشور کوچ کردند. شاید تعداد آنها زیاد نبود، ولی این عده خود را از کشور رانده حس می‌کردند و طبیعی بود که به جرگه مخالفین رژیم پادشاهی بپیوندند. در بین این عده از بازرگانان و تجار سرشناس گرفته تا خواننده و سیاستمدار کاملا به چشم می‌خورد. البته این قشر از ایرانی‌های دلسرد از وضع اقتصادی بسیار خوب رژیم پهلوی بهره بردند که بعدها معروف شدند به مهاجرین هفتومانی، یعنی زمانی ایران را ترک کردند که سرمایه کافی داشتند و دلار هم فقط 7 تومان ارزش داشت، نه 3300 تومان مانند امروز. به هر حال آنها درد وطن داشتند و درد آنها بود و با وجودی که اهل هیچ حزبی نبودند، حس آنها این بود که بیگانه‌ای به کشور حمله کرده و حال این بیگانگان که احیانا عربزاده هستند میخواهند هموطن ما بشوند. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هموطن من. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هموطن من. به هر حال مسئله مهاجرت و تبدیل پول همیشه یکی از مهمترین مسائل کوچ کنندگان بوده و هست. برای مثال خود من که چند ماه پس از استقرار حکومت ملایان کشور را ترک کردم، با دلار 13 تومان مهاجرت کردم. میگذریم. مهاجرت از آغاز برقراری حکومت تزحزبی رستاخیز شروع شد که بعدها به جمعیت چند میلیونی تبدیل گشت. و اما در هفته گذشته شاهد اولین قسمت مصاحبه با دکتر محمد درخشش بودیم. محمد درخشش پس از درگیری های سال 1342 که منجر به تبعید خمینی شد کشور را ترک کرد و او در دوران اقامتش در خارج از کشور همیشه در ارتباط با فرهنگیان داخل کشور بود. درخشش پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی فعالیت های خودش را گسترش داد و در گرد همایی های مختلف شرکت میکرد و تا زنده بود، یعنی سال 2005، نشریه فرهنگی سیاسی مهرگان را نیز منتشر کرد. در اینجا به دومین قسمت مصاحبه من با او که 32 سال قبل انجام شده توجه فرمایید. متشکرم آقای درخشش از اینکه تشریف آوردید. خواهش میکنم بفرمایید، فکر میکنید که جامعه ایرانی در خارج از آنچه که بر آنها میگذرد کاملا آگاهی دارد یا خیر؟ عرض شود که بعدی فکر میکنم به اینکه این آگاهی در نسل جوان ما و به طور کلی در نسل تجربه کرده ما در خارج کشور باشد، ولی با کمال تأسف با رژیم گذشته و بعد همین رژیم، این هر دو باعث شدن که ملت ایران از مبارزه به اصطلاح
چیز بشد، از هم جدا باشد و اون خاصیت یه ملت رو از دست بدهد، ارتباط نداشته باشه، به اصطلاح ارتباط جمعی نداشته باشه. و یکی از مشکلات که من در خارج کشور دیدم همینه، برای اینکه اگر احیانا یه ملت با هم نباشد، هماهنگی نداشته باشه، یا به اصطلاح چهره یک ملت رو نداشته باشه، یه مملکت یا آب و خاک، آب و خاک هم همه جا پیدا میشه. این نیست، این درمان نیست و این گناه ما نیست، برای اینکه این گناه به اصطلاح رژیم های دیکتاتوری است که ما در همون اتمسفر بار اومدیم، از هم در میریم، از هم فرار میکنیم، به اصطلاح نسبت به هم مشکوک هستیم، زنین هستیم، همکاری نداریم. نه، بحث من مسئله آگاهی نیست، این آگاهی وجود داره. اما با کمال تأسف بنده هم تو که عرض کردم، اونهایی که لیاقت این کار رو دارند ساکتن، اونهایی که در رژیم گذشتم همینطور بود، اونهایی که شارلاتان هستن در همین رژیم هم همینطور شارلاتان هستن و هوچی هستند، باندند و در همه جا جلو. این عواملی که بنده عرض میکنم، این عوامل باید تحت یک برنامه معین و مشخص و یک انتخابات برای رهبری، یعنی حالا در خارج کشور ما آزادی داریم، ما یه عمری فریاد می‌زنیم که ما آزادی می‌خواد. خب ما از این آزادی که در خارج کشور داریم چه استفاده کردیم واقعا؟ پس لابد ما آزادی نمی‌خواستیم، ما با آزادی رو پیرن عثمان کرده بودیم برای اینکه به جایی برسیم دیگه. عموما اینطوری با این آزادی ما چرا از این آزادی واقعا؟ این ایرانی که در خارج کشور هست منتظر چیه؟ چرا رسالت چه انجام نمیده و چرا دور هم جمع نمیشه و برای چی منتظره؟ منتظر چیه؟ این چیزیست که سوالیست که من همیشه کردم و میکنم و من امیدوار هستم، آرزومندم به این که ما به عنوان جامعه معلمین ایران و به عنوان جامعه که 40 سال سابقه هست، به عنوان جامعه که مبارزات 40 ساله داره، فوراً قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نجوشیده نیمده بالا، به عنوان خدمتگزار 600 هزار معلم در ایران هستند، 100 هزارشون اخراج کردن، در زندان ها هستند، کشته شدن، الان در مبارزه هستند، هیچ توقع و انتظاره هیچ چیز رو نداریم، وظیفه انجام میدیم. هممون با هم جمع بشیم، دیگران هم همینطور در خارج جمع بشیم و عرض شود که بتوانیم این تشکل به وجود بیاریم و رهبری در برای همیشه و برای ابد بت رو بشکنیم. دنبال شخص نرویم، ولو اون شخص شخص عادلی باشد، چون شخص عادلم میمیره. کاملا صحیح. شخص عادلم میمیره دیگه. شخص پرستی رو بذاریم کنار، فردم حق ندارد بیاید بگوید من ایران رو آزاد میکنم، فردم حق ندارد بیاید بگوید که مردم دنبال من بیاید که من همچین میکنم، فردم حق ندارد بیاید بگوید دیروز من این کارا رو کردم بنابراین من برجستگی دارم. فرد باید منحل بشه در جمع، باید حکومت اراده ملت ایران باشد. این تنها راهی است که میتونه ایران رو نجات بده. یه عده‌ای میگن آقا خدا کرد مثلا در ایران مثلا فرض کنید کودتا بشه، اولا هم چیزی نمیشه، ثانیا خدا نکنه کودتا بشه، خب آقا خمینی میره یه بومینی دیگه میاد، یه ضیاءالحق میاد، این با خدا نکنه هم چیزی بشه، خدا کند به این که در ایران یک انقلاب یک پارچه بشه. منتها در این انقلاب یک پارچه همه چشمام رو باز کنی که رهبری از دست مردم خارج نشود. این آرزوی همه ایموست و این آرزو وقتی به کرسی می‌نشانیم ما که عمل کنیم. فرق است بین مخالف بودن تا مخالفت کردن. اگر احیانا در یک رژیمی 99% مردم اون رژیم مخالف باشند اما مخالفت نکنند، 1% هیئت حاکمه باشد، اون رژیم نمیتواند ساقط بشه. مخالفت باید کرد نه مخالف باید بود. و همونطور که عرض کردم باید صادق باشیم و باید این برنامه رو هرچی زودتر هرچی دیرتر انجام بدیم موقعیت بیشتری. واقعیت اینه، آیا هدف این است که خمینی ساقط بشه؟ خب بعد از خمینی اگه ساقط بشه یه بومینی دیگه بیاد. مگه از تاریخ مشروطیت تا به حال، انقلاب مشروطیت، همش ما در این قضیه نشدیم؟ خب نتیجه 80 سال مبارزات ملت ایران به کجا انجامید؟ به خمینی انجام. بنابراین مرازی فرمایید مبارزات ما برای سقوط خمینی نیست، تازه مبارزات ما بعد از سقوط خمینی شروع میشه.
مبارزات با برای به کرسی نشاندن حاکمیت قانونه. مبارزات ما به خاطر حاکمیت اراده ملته. مبارزات ما برای آگاه ساختن ملت ایران، ملتی که از حالت عقب ماندگی بیرون بیاد و به صورتی باشد که بتواند آزادی رو لمس بکند، بتواند اون اندازه آگاه باشد که خودش زمام اختیار رو در دست بگیره. و الا ملت صغیر، الانم صغیره، در زمان آریامهر هم صغیر بود، قبلم صغیر بود. ما در زمان آریامهر چه دخالتی در سرنوشت مملکتمون داشتیم؟ کدوم مجلس رو ما انتخاب کردیم؟ من خودم دوره 18 وکیل مجلس بودم، بنده یه وکیل قلابی بودم. البته اگر بین وکلا انتخاب به اصطلاح مسئله ای بود، بالاخره یه بوده معلمی هم بعدر به من علاقه داشتن مثلا، اما قضیه کار به اون صورت نبود. صندوق ها عوض بود، نمیدونم همین، تازه در اون دوره که یه خود آزادی هم بود به اصطلاح ما. ما در کدوم سرنوشت مملکت اون دخالت داشتیم؟ چه نخست وزیری رو ما رو کار آوردیم؟ چه وزیری رو ما به اختیارم رو کار آوردیم؟ ما چیکاره بودیم در مملکت؟ یه مش آدمای آب علف خور، پای آخور قضا میخوردیم. یه ملتی فقط قضایاش اینه، الان هم صحبت اینه، هی مقایسه میکنن یا آقا اون رژیم شکم بوده، این رژیم شکم. مگر بشر فقط به فقط تابع شکمه؟ بشر زندگی مفهوم داره، زندگی انسان غرور داره، غرور انسان، شخصیت انسان، احتیاجات معنوی انسان. اون چیزی هم که میخوره برای این هستش که اونا به وجود بیاد. اون که میخوره او خودش هدف نیست، حیوان هم میخوره، سگ هم میخوره. ما همش رفتیم دنبال این چیز. بعدن هم عرض شد که تمام رژیم هم اینو فهمیدن، قدرت ها رو در دست میگیرن، پول هم در دست میگیرن، بعد هی به مردم افتخار میدن، مال مردمه به افتخار میدن. میگه آقا مثلا همین رژیم، آقا جیره بندی، عرض شد که بنزین رو فرض کنید 30 لیتر میکنیم 40، درست مردم هم خیال میکنن ارث پدر چهار تا آخونده. بابا این مال خودت، ثروت خودت، تو باید سرنوشت رو تعیین کنی، تو باید به دست بگیری. او آخونده بیجاست، بی خود میکنه. عادت کردیم اسمش هم گشتیم دولت. دولت میده، دولت چیه؟ مال منه، اختیارش باید دست منه. مدرسه وا میکنن تشکر میکنیم، نمیدونم عرض شد که خیابون اصلاح میکنن تشکر میکنیم، نمیدونم. اینا مسائلیست که عادت کردن و این تمام مجموعه است از سوغات رژیم های دیکتاتوری. و در تمام کشورهای جهان سوم کم و بیش این سوغات وجود دارد، موجود است. برسات خیلی لطف فرمودین، تشریف آوردین اینجا، متشکرم از لطفتون. یکی دیگر از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور محسن پزشکپور است. پزشکپور متولد سال 1306 خورشیدی است. او از نوجوانی به فعالیت‌های سیاسی علاقه داشت. پزشکپور پس از اخذ لیسانس حقوق از دانشگاه تهران به فعالیت سیاسی پرداخت و در سال 1330 حزب پان ایرانیست را که یک حزب ملی‌گرا و ایران پرست بود را پایه‌گذاری کرد. او ایران پادشاهی را از دوران هخامنشیان می ستود و از دست دادن منطقه شمال ایران به کشور روسیه رنج می برد. و اما من شاهد علامت حزب پان ایرانیست در دوران کودکی و نوجوانی خودم بودم. همیشه بر روی دیوارهای شهر تهران این علائم را می دیدیم و کسی هم این حزب را تعطیل نمی کرد. من خاطرم هست که دفتر پان ایرانیست مانند حزب سومکا در خیابان صفی علی شاه همجوار منزل ما بود و من در سن شاید 12-13 سالگی چندین بار به دفتر و ساختمان این دو حزب رفت آمد کرده بودم. در حزب سومکا که آن هم در صفی علی شاه بود، به روش حزب نازی ها همه سلام مخصوص می دادن. فکر می کنم در سالهای بعد داریوش و همایون رهبریان را به عهده گرفت. به هر حال آقای محسن پزشکپور در دوران انقلاب انتقاد کننده اصلی مجلس شورای ملی به رژیم پهلوی بود که هر روز صدای او از تریبیون مجلس در رادیو شنیده می شد. یکی از مهمترین سخنرانی‌های او مربوط به زمانی است که او از خرمشهر نماینده مجلس شده بود و رژیم شاه
تصمیم گرفته بود که استقلال بحرین را بپذیرد و در قبال آن سه جزیره تنب کوچک و ابو موسا را جزو خاک ایران بکند. در این مورد اردشیر زاهدی هم خیلی فعال بود. نگاه کنید به مجلس شورای ملی و نطق تاریخی محسن پزشکپور. و در زمینه وظایفی که از ما در پیشگاه سرزمین و ملت و شاهنشاهی ایران برده داریم خطیر است و غم‌انگیز. مخاطرات و غم این لحظات را جناب آقای وزیر خارجه من در دیدگان شما و سخنان لرزان شما احساس کردم. من در دیدگان و سکوت نمایندگان محترم مجلس شورای ملی احساس کردم. لحظات و ایام کنونی خطیر است برای آنکه در برهه‌ای حساس از ایام تاریخ زندگی نژاد و سرزمین خود قرار گرفته. در دوران شکوفایی ملت ایران و در روزگار اعلام آیین سیاست مستقل ملی و در زمان لزوم در هم کوبیدن همه آثار استعمار در این منطقه از جهان قرار داریم. هر یک از ما در هر جایگاه و پایگاه که قرار داشته باشیم باید عظمت حوادث کنونی و اهمیت وقایع زمان را دریابیم و رزم آزادگی بخش ملی را در سمت هرچه بیشتر استقرار حاکمیت ملی بر همه حقوق و منافع تاریخی و به حق ملت ایران دنبال کنیم. و اما پس از وقوع انقلاب پزشکپور با نارضایتی به طیف کوچ کنندگان پیوست و مقیم پاریس شد. من پس از ارتباط تلفنی با او در 31 سال پیش به دیدار او رفتم. اول از همه گفت که من در خارج از پاریس زندگی میکنم چون زندگی در پاریس گران است و در ضمن برای آمدن به آپارتمان من باید 96 پله را به بالا بیایید. سپس گفت که اخیراً در خارج از منزل به او حمله شده و من چون شما را نمیشناسم در یک ساعت به خصوص من میایم کنار پنجره و اگر شما را با شال گردن مخصوص در آنجا دیدم علامت میدم که بالا بیایید. و اما من چون در پاریس دستیار نداشتم از او خواستم که به پایین منزلش بیاید و کمک کند. در جواب گفت که چون تعداد پله ها بسیار زیاد است او فقط یک بار در روز بالا و پایین می رود و جواب رد به من داد، ولی در عوض مرا به نهار دعوت کرد. بالاخره من به منزل او که فقط 10 دقیقه با کارتی لاتن محل اقامت من فاصله داشت رسیدم. اما واقعا بالا رفتن از 96 پله آن هم با دوربین و ضبط و چراغ فیلم برداری کار آسانی نبود. یادم است که تقریبا از نفس افتاده بودم. به هر حال به دیدار او نائل شدم. او در یک آپارتمان 20 تا 22 متری و تنها خیلی ساده زندگی میکرد، در حالی که همسر او دختر سرمایه‌دار بزرگ ایران محمود لاجوردی بود که در آمریکا مقیم شده بودند. بینندگان عزیز، در منزل آقای پزشکپور صحبت کوتاهی داریم با ایشون در رابطه با اتفاقی که در این اواخر برایشون افتاده. آقای پزشکپور، در 7 مهر ماه حمله به شما شد، ممکنه قدری بیشتر شرح بدین در این مورد؟ بله، در 7 مهر ماه از پشت سر من مورد حمله تعدادی ناشناخته قرار گرفتم. فکر میکنم در مجموع در حدود 5 نفر بودند. ایرانی بودند؟ 2 نفر از اینها به فارسی تکلم کردند، ولی چون از پشت سر به من حمله کردند و گویا از اون باتون‌های مخصوص که به مقطع نخاع شوکی می‌زنند برای کشتن کسی،
صحیح. استفاده کردن که خوشبختانه توفیق حاصل نکردن. درنچه من دیگر حالت عادی خودم رو از دست دادم که بعد هم به بیمارستان رفتم و تا 11 شب تحت مالجه بودم و واقعا نهایت محبت رو کردند. بس خوشبختانه مسئله بزرگی به وجود نیاورد. یعنی مسئله ظاهرا قرار بود که مسئله مهمی باشه، تروری باشه، ولی بار دیگر مثل دفعات مکرر که در زندگی برای من پیش آمده و من همواره خودم رو تسلیم به سرنوشت کردم و به واقع تسلیم به خواست خداوند کردم. بنابراین بعد از یک ماهی عوارض به ظاهر برطرف شده است به طور کامل. خوشحال حالا خوشبختانه میتونم با شما دیدار داشته باشم و از اینجا پیام همدلی خودم رو برای بینندگان تلویزیون شما بفرست. لطفا برسات خوشحالیم که از این ترور جمهوری اسلامی همه مقداری جون سالم به در برد. برسات ما در آمریکا مرتب از این مسائل داریم. من کاملا بهش یادآور بشم که نمیدانم ترور جمهوری اسلامی بوده و یا ترور یک گروه خاصی، گروه و سیاست دیگری. و همین دلیل هست که مطابق به این که یک دو فرستنده رادیویی فارسی اعلام کردند که من مورد حمله تعدادی حزب اللهی قرار گرفتم، چون به واقع ما در نیافتیم اعلام کردیم که تمایلات فکری و هویت حمله کنندگان برای ما مشخص نیست و هنوز هم مشخص نشد. بله، نه اگر من این رو عرض کردم در رابطه با ترورهای قبلی بود که شهریار شفیق در اینجا در پاریس و بعد جنرال شاه که میدونید شما به چه وضعی پیش رفت و هرگز هیچ وقت افشا نشد که کدوم گروه این کار رو کرده. نمیدونم، به هر حال از نظر ما هنوز منشأ فکری و کیفیت سوء قصد کنندگان و مهاجمان مشخص نیستن. ولی هرچه هست در راه ایران است و من با نهایت سرفرازی مثل گذشته این راه رو ادامه. برسات در رابطه با فعالیت های شماست که بیگمان بحثی درش نیست. ممکنه شما مختصری راجع به فعالیت‌های حزبیتون در داخل کشور و خارج از کشور شرح بدید؟ اصولاً من نه این پرسش رو مناسب می‌بینم و نه توضیح مکرری رو که به درست یا به غلط که بسیاری از اونها رو من باور ندارم. دیدم که کسانی به عنوان رهبران به اصطلاح اپوزیسیون، چون در مورد بسیاری از اونها من این اعتقاد رو ندارم، اینها در مورد فعالیت های گروه های حقیقی و یا تخیلی وابسته به خودشون در ایران میدهن، یا صحت داره این موضوع یا صحت نداره. اگر صحت نداره گفتنش چه مورد داره؟ اگر صحت داره در یه شرایطی که مردم میهن ما در سخت ترین امکانات قرار دارن و هر لحظه جسه پاسدار روی پیشونی اونها و مغز اونها است، چه ضرورت داره که نحوه این مبارزات داخلی رو برمرا کنن؟ و من لااقل از اونها استدعا میکنم که دیگر دست از این رویه بردارن. من نمیخواهم انگشت بذارم، مواردی رو بیان کنم، ولی بسیاری از کسانی که به دلایلی به حق یا ناحق اینها مورد هجوم ها قرار گرفتن، برابر جوخه‌های اعدام قرار گرفتن، صرفاً به سر و صرفاً به دلیل همین نوع اظهاراتی بوده که در خارج از کشور شده است. بنابراین این رو اولین روش یک مبارزه صحیح و منطقی در واقع پوشش است و خودداری از بیان امکانات. اما در این که ما چه میکنیم، یعنی پنیرانیست بله، چه داخل و چه خارج، در واقع یک نهضت از هم جدایی
نداره. هدف های پان ایرانیسم مشخصه، به خصوص طی این دوره و در این چند سال. یک، ما شدیداً و قاطعانه با هر نوع سیاست تجاوز به ایران مبارزه میکنیم. شدیداً و قاطعانه با هر نوع سیاست همکاری با متجاوزین به ایران مبارزه میکنیم. شدیداً و قاطعانه معتقد به استقرار حاکمیت ملی هستیم. بنابراین یکی از جهات عمده مبارزه ما در این شرایط نفی ادعای قیمومت بر ملت ایرانه، چه اون ادعایی که امروز در داخل ایران خودش رو به صلاح بر کرسی موفقیت نشونده، چه اونهایی که خارج از ایران این ادعا رو میکنند. ادعای قیمومت بر ملت ایران محکومه از ناحیه هر کس باشه و به هر طریق باشه. بنابراین مبارزه ما یک مبارزه در مسیر حاکمیت ملی. سه، ما قاطعانه معتقدیم بر این که به دلایل گوناگون ملت ایران میبایست تعیین کننده سرنوشت خود باشه. به دلایل گوناگون ما باید این رشته های آشکار و غیر آشکار نفوذ خارجی رو که غالباً نه آزادگی ما رو میخواهند، نه وحدت ما رو میخواهند، نه پیروزی انقلاب اصیل ایران رو، این رو از دست و پای خودمون باز کنیم. بنابراین در مجموع کوشش و مبارزه ما در این مسیر هست. البته مشکلات بسیار هم برای ما بوده، مشکلات این که شما امروز میبینید من در کجا زندگی میکنم، مشکلات این که جسم و جان و تن من در معرض هجوم و حمله هست و یا مشکلات دیگر. ولی قبل از هر چیز صادقانه معتقد هستم که بر اساس این سه اصل ما کار رو دنبال کنیم و تا کنون کردیم. یعنی از نظر ما یک نوع تظاهر بیشتر این مرجح نیست بر ضرورت رعایت این اصول، و در نتیجه از هر کسی که به عنوان یک ایرانی مبارزه میکنه من صادقانه تقاضا میکنم که مبارزاتو به این نحو ادامه بده اگر بخواهیم به نتیجه برسیم. پان ایرانیست هم بر اساس این اصول روش رو دنبال میکنه که اگر به خاطرتون باشه منتجه این کوشش ها، منتجه این بررسی ها که نه اتفاقی بود، این بر حسب بررسی ها و مطالعات و پیگیری های مبارزات بسیار در داخل و خارج بود، به عنوان بیاننامه 15 خرداد 1363 انتشار پیدا کرد. بله. که حدود کار پان ایرانیست‌ها را مشخص کرد و اعلام شد اگر هر پان ایرانیستی هم سوایو عمل بکنه تخلف از خط مشی نهضتی و تشکیلاتی کرده. آه. که در یک دو مورد هم شاید به خاطر داشته باشید، با اینکه برای خود من تأسف انگیز بود، ولی چون یک دو تن برخلاف این خط مشی کلی عمل کردن اخراج اونها رو از حزب و نهضت اعلام کردیم. جالبه. پس در رابطه با این قضیه و دیدگاه شما یک سوالی من دارم. ممکن بفرمایید که در مورد دیدار مسعود رجوی با ملک حسین چه فکر میکنید؟ گویا دیدار مسعود رجوی و هم شاهزاده رضا پهلوی. بله، رضا پهلوی هم چندی قبل دیداری داشتن، ولی به هر صورت الان مسعود رجوی مطرح شده. حق با شماست. بله. بسیار تنفر آمیزه. پس به هیچ وجه پسندیده نمیدونید؟ نه، پسندیده نمیتونم، تنفر آمیزه. با کی و چرا؟ بس. اولا چرا؟ به احترام
خونی که لاقل 900 هزار فرزند ایرانی برای دفاع از وجب به وجب سرزمینشون ریختن، به احترام مقاومت مردم ما در شهرها زیر بمباران‌های وحشتناک را، به خاطر حمایت از و احترام به ویرانی خرمشهر قهرمان، به خاطر حماسه‌ای که ملت ما نه به خاطر خمینی و نه به خاطر هیچ کس، فقط و فقط برای ایران آفرید. اونم باید با یکی از کوچکترین پیش پا افتاده ترین کسان دیدار کنه. برای من تنفر انگیزه و در این لفظ تنفر انگیز که بیان کردم همه این مفاهیم با او هست، هر کس که چنین بکنه. بله، شما مسلما تماسایی هم با داخل ایران دارید و احیانا با رژیم جمهوری اسلامی. سوالی دارم در رابطه با اینکه وضع کنونی جمهوری اسلامی رو شما چطور می‌بینید؟ من با رژیم جمهوری اسلامی تماسی ندارم. صحیح. اما در هر رژیمی همواره ایرانی‌هایی هستند. بدیهی است هیچ ایرانی نمی‌توانه که از این تماس غافل باشه، و بلکه میبایست که این تماس رو داشته باشه. فرض کنید من بسیاری از وکلای دادگستری رو میشناسم، اونا محبت دارن، همچنان من هم به اونها محبت دارم. بسیاری از مبارزان رو میشناسم که ضرورت نداره حالا نام از اونها ببرم. بنابراین اینجا باید قائل به تفکیک بود. من به شخصه همونطور که بیگمان به خاطر دارید، نزدیک 2.5 سال پیش یا 3 سال پیش بود که آمدم به لس آنجلس، مصاحبه ای داشتم با تلویزیون شما که گویا پخ شد و حالا از نظر تخصص کار شما جالب بود، نه مطالبی که من گفتم. نه، خواهش میکنم. اما من در اونجا به مانند اظهاراتی که در جلسه انجمن ایرانیان کردم و اون موقع برخی آشفته حال شدن یا آشفتگی هایی به وجود آمد، همینطوره یادتون هست، ولی امروز غالبا مثل که حق میدن، میبینم دیگر هم آهنگ شدن. من و ما پانیرانیست ها و پانیرانیست قائل به این بودیم که انقلاب رخ داد، در این تردید نیست. انقلاب هم یعنی دگرگونی. حتی وقتی هوا دگرگون میشه میگن هوا منقلب شد. یه دفعه خیلی سرد میشه میگن منقلب شد. شیرینی پخش نمی کنم به هر صورت. انقلاب انقلابه، ما کاری به خوب بدیش نداریم. اما در این یه تردید، در نقطه تردید نیست که دلائلی وجود داشته برن که انقلابی به وجود بیاد. یعنی یه دوره ای از تاریخ، یه نظامی، یه گروهی برای یه مرحله از تاریخ این توان این رو نداشته که بار رسالت تاریخ و یک ملت و یک فرهنگ عظیم ملت رو رو دوش خودش بکشون. این هم نه مربوط به 1 ساله، نه مربوط به 2 ساله، نه مربوط به 5 ساله، نه مربوط به 10 ساله. اون وقت دگرگون میشه. وقتی دگرگون شد انقلاب رخ میده. به ادامه دیدار من با زنده یاد محسن پزشکپور، رهبر حزب پانیرانی است که بعدها به ایران بازگشت و سال 2011 در ایران فوت کرد، در هفته آینده توجه فرمایید. با ما باشید.
در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.